ضمن شادباشای نوروزی، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من الناز کیانی هستید. سرخط خبرها. حمله هوایی اسرائیل به پایگاه‌های نظامی سوریه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حلب. رویترز از کشته شدن 42 نفر خبر داد. 6 عضو حزب الله لبنان هم کشته شدند. بازتاب گسترده گزارش ایران اینترنشنال از مرگ سارا تبریزی. کاربران رسانه‌های اجتماعی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ سارا می‌دانند. از به نام صدیقی از فهرست سخنرانان شب‌های قدر به دنبال انتقادهای گسترده. معاون پیشین وزیر کار می‌گوید صدیقی می‌خواست باغ متعلق به بهزیستی هم به حوزه علمی تحت تولیت او ملحق شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتقادها به دروغ وزارت بهداشت درباره بیخبری از پرونده پرستو بخشی پیش از مرگ. بخشی در آذر ماه گذشته نامه پزشک را به علوم پزشکی لرستان ارائه کرده بود. خوش آمدید. خبرگزاری رویترز از کشته شدن دست کم 42 نفر از جمله 6 عضو حزب الله لبنان در حملات منتسب به اسرائیل به مناطقی در حلب خبر داد. این حملات تنها ساعتی پس از انتشار خبر حمله به یک سایت مورد استفاده سپاه پاسداران در زینبیه در حومه دمشق صورت گرفت. به نوشته جرازلم پست، ساعتی پیش از این حمله برخی مقامات سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، ارتش سوریه و نیروهای هشت شعبی جلسه ای را در ساختمانی که مورد هدف قرار گرفته برگزار کرده بودند. برای بررسی جزئیات بیشتر بابک اسحاقی همکارم از تل آویو با ما همراه شده. بیشتر بشنویم از تو جزئیات چه بوده؟ تنش‌ها همچنان در شمال اسرائیل، چه در سوریه و چه در لبنان همچنان ادامه داره و بیش از هر زمانی احساس میشه کرد که یک جنگ گسترده به زودی در اونجا انجام خواهد شد و گستردگی جنگ آنچنان که تا کنون اجرا نشده و هر دو طرف، هم حزب الله لبنان و هم اسرائیل، خواهان محدود نگه داشتن جنگ هستند، دیگر امکان پذیر نیستش و تلاش ها در البته بیشتر فرانسه و ایتالیا بر این هستش که شاید بتوانند گونه ای توافق را بین حزب الله لبنان و اسرائیل به دست بیارن و حزب الله لبنان بتونه که حدود 10 تا 20 کیلومتر از مرزهای اسرائیل عقب نشینی بکنه، اما در حال حاضر هیچ کدام از این مذاکرات به جایی نرسیده و همچنان جنگ ادامه داره. بر اساس گزارش های عربی صبح امروز یکی از مقامات ارشد حزب الله هدف پهباد اسرائیل قرار گرفت در شهر البزاریه در جنوب لبنان و کشته شد. این چندمین فرد از افراد ارشد نظامی حزب الله هستش که مورد هدف اسرائیل قرار میگیره. بیش از 260 نفر به گفته خود حزب الله از افراد این سازمان تاکنون در جنگ کشته شدند. اما اسرائیل حزب الله لبنان را در سوریه هم رها نمی‌کنه و تلاش می‌کنه که هم مقامات حزب الله در اونجا و همچنین انتقال سلاح از جمهوری اسلامی به سوریه، به حزب الله لبنان از راه سوریه را بگیره. پس از اینکه بارها در هفته گذشته سوریه مورد حمله اسرائیل قرار گرفت، بار دیگر در ساعت 1:45 دقیقه صبح امروز حمله منتسب به اسرائیل در منطقه حلب حداقل 42 کشته به جای گذاشت که گفته شده 6 تن از اونها از افراد حزب الله هستند. خود ارتش سوریه میگوید که این حمله انجام شده و سازمان‌های تروریستی داخلی در سوریه نیز به اسرائیل کمک کردند و با پهباد به مناطقی در کنار حلب حمله کردند. این اولین باری هستش که ارتش سوریه اپوزیسیون نظامی داخلی سوریه را متهم میکنه که با اسرائیل همکاری میکنه و همانطوری که گفتم این شاید گسترده ترین و کشنده ترین حمله اسرائیل در سالهای گذشته در سوریه باشه. باید منتظر بود و دید که این موضوع به کجا خواهد انجامید و آیا جنگ گسترده خواهد شد یا نه. متشکرم از تو بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما. بیش از 7000 کشته و مجروح و تحمیل هزینه‌های مالی فراوانی که نماینده سابق مجلس شورای اسلامی این هزینه‌ها رو تا سال 99 حدود 30 میلیارد دلار
برآورد کرده بود. اینها بخشی از کارنامه حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه برای حفظ بشار اسد و نتیجه جنگ اعلام نشده با اسرائیل به شمار می رود که در سال 1402 باز هم بر تلفات آن افزوده شد. احمد صمدی در گزارشی به بررسی کارنامه نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در سوریه پرداخته. ببینید. جمهوری اسلامی در حالی که با اتکا به توان موشکی و پهپادی خود را قدرت منطقه خاورمیانه می‌خواند، در سال 1402 کارنامه موفقیت‌آمیزی در این زمینه نداشته است. حدود 100 روز پس از کشته شدن سید رضی موسوی، تأثیرگذارترین فرمانده سپاه پاسداران در سوریه، در حملات هوایی اسرائیل، دو افسر اطلاعاتی سپاه پاسداران در حملات جنگنده‌های اسرائیلی در 11 فروردین 1402 به منطقه المزه دمشق کشته شدند. میلاد حیدری و مقداد مهقانی تلفات این حمله بودند. درگیری غیر مستقیم تهران و تل‌آویو با حملات حماس به شهرک‌های اسرائیلی در 7 اکتبر شدیدتر شد، به طوری که 47 مورد از حملات اسرائیل به اهدافی در سوریه پایگاه‌های متعلق به سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن بوده است. 30 دی 1402 یکی از سخت‌ترین روزهای سپاه پاسداران در سوریه بود. در حملات جنگنده‌های اسرائیل به یک مقر نظامی، یوسف امیدزاده معروف به حاج صادق، فرمانده اطلاعات نیروی قدس در سوریه و جانشین او با نام مستعار حاج محرم کشته شدند. دو افسر دیگر هم جزو کشته شدگان این حمله اعلام شدند. ما هرگز در مقابل شهادت فرزندان این امت ساکت نخواهیم بود. انتقاممان همیشه سخت است. جنگنده های اسرائیلی چند بار دیگر در بهمن و اسفند سال 1402 مواضع نیروهای سپاه را در سوریه هدف قرار دادند. اما این پایان کار نبود. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم که حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه های آمریکایی در سوریه و عراق و نیز به اماکنی در اسرائیل آغاز کرده بودند، با حملات شدید نیروهای آمریکایی مواجه شدند. تهدیدهای جدی واشنگتن این بار نیز رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح در ایران را مجبور کرد همانند چند ماه پیش که در یک عقب نشینی آشکار گفت تهران هیچ ارتباطی با حملات 7 اکتبر نداشته، از نیروهای نیابتیش در عراق و سوریه بخواهد حملات به نیروهای آمریکایی و اسرائیل را متوقف کنند. من به ایران و نیروهای نیابتیش در خصوص هر گونه تلاش برای اقدام و به خطر انداختن نیروهای ایالات متحده و شرکای ما هشدار می‌دهم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای دفاع از نیروهایش در منطقه و پاسخ به هر گونه تجاوز علیه خود در موقعیت خوبی قرار دارد. کارنامه ماجراجویی و حضور نظامی ایران در سوریه در سال 1402 با تلفات جانی بیشتر که به گفته رئیس بنیاد شهید از زمان حضور در این کشور اکنون به بیش از 7000 کشته و مجروح رسیده، به همراه هزینه‌های مالی بیش از 30 میلیارد دلاری بسته شد. حال جا دارد یک بار دیگر این سوال را از حاکمان جمهوری اسلامی پرسید که نقطه شکست ماجراجویی و توقف هزینه‌های گزاف بیهوده برای آن کجاست؟ اشهد ان لا احمد صمدی بمی. انتشار خبر ایران اینترنشنال درباره مرگ مشکوک سارا تبریزی زندانی سیاسی سابق واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان سیاسی و کنشگران مدنی به همراه داشته است. تا جایی که هشتگ سارا تبریزی در ساعت گذشته به ترند اول فارسی شبکه اجتماعی ایکس تبدیل شده است. عمده کاربران شبکه‌های اجتماعی در اظهار نظرهای خود جمهوری اسلامی را عامل قتل این زن جوان معرفی می‌کنند. برخی دیگر هم به مقایسه مرگ این زندانی با مرگ مشکوک برخی معترضان پس از احضار و فشار از سوی نهادهای امنیتی پرداختند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پیکر سارا تبریزی روز 5 فروردین ماه در خانه پدریش در تهران پیدا شده. سارا آبان 1402 از سوی ماموران امنیتی در فرودگاه خمینی تهران بازداشت و 2 ماه بعد به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد. او در ماه‌های گذشته بارها از سوی ماموران امنیتی تهدید شده بود و یک روز پیش از مرگش به وزارت اطلاعات احضار شده بود. مرگ مشکوک سارا تبریزی زندانی سیاسی پیشین یک روز پس از احضارش به وزارت اطلاعات واکنش‌های وسیعی از سوی کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشری به همراه داشته است. مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این شهروند صدایی علیه ظلم بود و بهای کارش را با جان خود پرداخت. علی نژاد اضافه کرده وقتی جمهوری اسلامی برای جنایت علیه بشریت با هیچ پیامدی مواجه نمی‌شود، دلیلی نمی‌بیند که ارعاب زنان را متوقف کند.
گوهر عشقی مادر دادخواه هم در واکنش به مرگ مشکوک سارا تبریزی در اینستاگرام خود نوشت جمهوری اسلامی اولین جنایتش را در سال جدید با کشتن دختر جوان و بیگناه رقم زد. خانم عشقی نوشته سکوت و مماشات با ظلم حاصلی جز تداوم جنایت ندارد. آسیه امینی فعال حقوق زنان و تلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما همراه شدند. خوش آمدید خانم امینی. واکنش‌ها به مرگ سارا تبریزی بسیار گسترده بوده. کاربران جمهوری اسلامی رو دارن مسئول این مرگ میدونن. ارزیابی شما چه هست؟ درود به شما و همه بینندگانی که ما رو میبینن الان. برای شما نام بردین از خانم گوهر عشقی، خانم علی نجات و چند نفر دیگه، کسانی که به هر حال چهره‌های شناخته شده‌ای هستن. ولی من میخوام اشاره بکنم که چرا هشتگ زدن، چرا نوشتن در مورد سارا تبریزی و سارا تبریزی ها مهم هست و ترند شدن این چه باستاب چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه. ببینید همین الان در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کسانی که تجربه مشابه داشتن دارن روایت هاشون رو می نویسن و بازگو می کنن. کسانی که شاید پیش از این جسارت و جرأت این رو نداشتن که در موردش در شرایط عمومی حرف بزنن. این مسئله و بازگو کردن روایت ها هم نشون میده که این مسئله تکرار شونده است، این مسئله سیستماتیک یک جنایت حکومتی هست که در واقع در زیر مجموعه یومون آپارتاید جنسی و جنسیتی در ایران ترس و هم دیگران رو تشویق میکنه به ثبت کردن و مستند کردن ماجرا. و چه دیگر این قضیه این هست که سارا تبریزی ها قبلا هم این داستان رو ما دیدیم. سارا تبریزی ها زیاد بودن. ما یلدا آقاپزلی رو داشتیم، منصور سجبن رو داشتیم، اشیاء امام قلی زاده، مهدی زاره و و افراد دیگه. بنابراین تکرار نام سارا تبریزی باعث میشه که شاید روایت ها و جنایت هایی که در زیر اخبار از خاطره ها رفتن دوباره بیان بالا، در مورد اونها حرف زده بشه. برای اینکه این روند دادخواهی هست، ما نمیتونیم این نام ها رو فراموش بکنیم، برای اینکه بخشی از تاریخ معاصر ما پیوند خورده با جنایت هایی که در حق این جوان های سرزمین ایران انجام شده. مسئله دیگه مسئله خانواده های این افراد هست که ما میدونیم چقدر تحت فشار هستن. اجازه سوگواری ندارن، اجازه صحبت کردن در مورد اتفاقی که برای عزیزترین هاشون رخ داده ندارن و این هم دردی عمومی باعث میشه که شاید بخشی از اون داغ در کنار مردم درمان که نیشه ولی شاید مرهمی باشه براش. و مسئله مهمتر از همه این که دادخواهی از همین امروز شروع میشه، مستند کردن و بازگو کردن این ما از روز اولی که خبر خانم سارا تبریزی اومد دائم داریم میبینیم این خبرها وجوه پنهان تک از اتفاق رخ داده رو مشخص میکنه. خود ایران اینترنشنال اول خبر اما به مرور ما دیدیم که خبر لایه‌های پنهان‌تری داشت، از شکنجه سفید در سلول‌های انفرادی گرفته تا اتفاقی که بعداً افتاد، تا مسئله قرص‌هایی که خانواده و نزدیکان میگن چنین چیزی اتفاق نیفتاده. همه اینها بخشی از مستند کردن جنایت حکومتی سیستماتیکی هست که در حق سارا تبریزی و دیگران روا داده میشه. بنابراین ترند شدن اون، نوشتن در مورد اون، حتی اگر دو کلمه می‌نویسیم یک هشتگ میزنیم، اهمیت ویژه داره. بسیاری همین پرونده رو مشابه مرگ تعداد دیگری از زندانیان سیاسی میدونن بعد از آزادی به شکلی مشکوک فوت کردن. دلیل تکرار چنین پرونده های چسب به نظر شما؟ ببینید مسئله اینجاست که جنایت حکومتی در ایران تصور میشه دست کم از طرف مقام‌های قضایی و کسانی که مجری اون دستورات هستن یا خودشون به طور خودسر این کار رو میکنن، که البته من واقعا اعتقاد دارم این سیستماتیک هست، فکر میکنن که این یک جنایت بی‌عقوبت هست، برای اینکه اونها در پناه امنیت و حاشیه امن حقوقی و قضایی این کار رو انجام میدن. برای همینه که تکرار شونده است، از اون به عنوان ابزار رعب و وحشت عمومی استفاده می کنن و ابزاری هست برای دوام این حکومت تا امروز. بنابراین تا وقتی که ما این دادخواهی رو، صدای دادخواهی رو بلند نکنیم، جمهوری اسلامی از همین ابزار استفاده خواهد کرد و مجریان اون هم اجراش خواهند کرد. ببینید چرا من اصرار دارم به مجری قانون هم اشاره بکنم. تک تک افرادی که
از دستگیر شدن سارا تبریزی تا مرگ او نقشی در این حادثه داشتن، یک روزی باید دادخواهی خانواده و مردم ایران پاسخ بدن. بنابراین همونطور که گفتم این حاشیه امن باید بسته بشه. سپاسگزارم از شما آسیه امینی، فعال حقوق زنان و تلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما. ولادیمیر زلنسکی گفت در تماس با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از او خواسته به بسته کمک‌های ایالات متحده به اوکراین رأی مثبت بدهد. رئیس جمهور اوکراین گفته تسریع در رساندن کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین برای کشورش حیاتی است. با وجود اینکه سنای آمریکا به بسته کمک‌های مالی و نظامی ایالات متحده به ارزش حدود 60 میلیارد دلار رأی مثبت داده، مجلس نمایندگان بر سر تصویب آن به توافق نرسیده است. مقامات اوکراینی میگویند حملات موشکی و پهپادی روسیه در پنج شنبه شب به نیروگاه‌های حرارتی و برقابی اوکراین آسیب رسانده. این حملات در مناطق جنوب شرقی و غربی اوکراین رخ داده. ارتش اوکراین گفته موفق شده 58 پهپاد از 60 پهپاد شلیک روسیه را در 24 ساعت گذشته منهدم کند. بردی افشین همکارم در استودیو با ما همراه شده برای بررسی تازه‌ترین تحولات. اول صحبت‌های زلنسکی بپردازیم. بردی، آیا اونجوری که آقای زلنسکی داره میگه واقعا کمک‌های مالی ایالات متحده برای اوکراین حیاتی هست؟ اونجوری که ناظران و تحلیلگران جنگ میگن دقیقاً بسیار حیاتیه، به خاطر اون چیزی که الان در جبهه ها میگذره. بارها طی ماهای گذشته، طی یک سال گذشته شنیدیم که این جنگ حالت فرسایشی به خودش گرفته، دو طرف استحکامات خودشون رو تقویت کردن در اون جبهه‌ای که تغییر نکرده چندان، اما واقعیتش اینه که نیروهای روسیه در حال پیشروی‌های هر چند کوچک هستن در همون مرزی که کم جابجا میشه و خیلی تصور میکنن که نیروهای اوکراینی که نه فقط خستن، از سلاح و مهمات اصلا مهمتر کم دارن و این میتونه کمک بکنه به پیشروی بیشتر نیروهای روسیه. بنابراین اون چیزی که ولادیمیر زلنسکی میگه بسیار براشون اهمیت داره که اگر اون حجم انبوهی از کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین نرسه و تأخیرش میتونه کمک کنه به شکست نیروهای اوکراینی در اون جبهه‌ها در شرق و جنوب. و خود ولادیمیر زلنسکی هم شب گذشته قبل از اینکه این پیام رو بده در یک مصاحبه با شبکه آمریکایی CBS از این گفته بود که نیروهای اوکراینی الان تاب و تحمل یک حمله آنی فوری و بزرگ نیروهای روسیه رو ندارن و این واقعیته و این برای اونها بسیار نگران کننده است و اونها مهمات، سلاح میخوان و اون کمک‌های مالی که میتونه منجر به تقویت نیروهاشون بشه. الان اصلا وضعیت این جنگ فرسایشی به چه شکلی هست؟ اون چیزی که برای اوکراین‌ها نگران کننده است حملات گسترده‌تر روسیه، حملات هوایی‌شون، حملات پهپادی که خودت بهش اشاره کردی، که اونا میگن که موفق شدن که بسیاری از طی روزهای گذشته پهپادها رو سرنگون کنن و همینطور موشک‌ها رو، ولی میدونن که به کمک‌های بیشتری احتیاج دارن برای تأمین امنیت هواییشون. همونجوری که مثلا تو صحبت‌های روز گذشته ولادیمیر زلنسکی بود، اونها میخوان که موشک‌های پاتریوت رو برای تقویت سیستم‌های پدافندی خودشون از آمریکا بگیرن. این نگرانی‌های اوناست که این حملات فزاینده نیروهای روسیه است از نه فقط رون جبهه‌های شرقی که به نظر مثل دست بالاتر دارن، که اونها تمام تلاششون میکنن که به اون زیر ساخت‌های غیر نظامی، همونجوری که خودت گفتی، به تأسیسات آبی، برقی، انرژی حمله کنن. و ما توی 7 روز گذشته شاهد گسترش حملات بودیم و این برای اونها زنگ خطره. و خب چیزی که باز هم از غربی‌ها میخوان حمایتشون برای تقویت اون امنیت هواییشون. بر همین خبر رسیدن هواپیماهای ساخت آمریکای F-16 خبر خوبیه برای اوکراینیا. روز گذشته مقامات اوکراینی گفتن، همینطور وزیر امور خارجهشون دیمیترو کولبا که در هند به سر می‌برد، او گفته بود که انتظار می‌کشه که اون هواپیماهای F-16 رو کشورهایی که گفته بودن حمایت می‌کنن به اوکراین بدن، مثل هلند، مثل دانمارک، مثل بلژیک و بعد آمریکا، و این می‌تونه برای اونها یک امیدی باشه که بتونن امنیت آسمان خودشون رو تأمین کنن. ولی خب روسیه هم به اونها واکنش داده که اگه F-16 بیاد اونجا، برای اونها هدف مشروعه. سپاسگزارم از تو بردی افشین، همکارم اینجا در استودیو همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله هوایی اسرائیل به پایگاه‌های نظامی سوریه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حلب.
رویترز از کشته شدن 42 نفر خبر داد. 6 عضو حزب الله لبنان هم کشته شدند. باستا به گسترده گزارش ایران اینترنشنال از مرگ سارا تبریزی، کاربران رسانه‌های اجتماعی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ سارا می‌دانند. همزمان با ادامه واکنش‌ها به زمین‌خواری امام جمعه تهران، پایگاه خبری عصر ایران اعلام کرده صدیقی به دنبال الحاق ملک دیگری به حوزه علمی تحت تولیت خود در جوار باغ عزگل هم بوده است. این خبر به نقل از یکی از معاونان پیشین وزیر کار و با نام محفوظ مطرح شده. بر این اساس امام جمعه تهران فرد مزبور را در فرودگاه مشهد دیده و از او خواسته ملکی در جوار باغ که متعلق به بهزیستی بوده را هم به مدرسه علمیه تحت تولیت او ملحق کند. این مقام مسئول درباره اینکه در نهایت این انتقال رخ داده یا نه اظهار بی اطلاعی کرده. همزمان و با ادامه اعتراض‌های گسترده مردمی نسبت به افشای فساد مالی امام جمعه تهران، دانشگاه امام صادق نام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران را از فهرست سخنرانان شب قدر خود حذف کرد. دانشگاه امام صادق دلیل این اقدام را وقوع تداخل در برنامه‌های صدیقی عنوان کرده. انتخاب صدیقی به عنوان سخنرانان مراسم شب قدر با اعتراض‌های گسترده‌ای همراه بوده است. آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس در این ارتباط با ما همراه شدن. خوش آمدید. آقای توفیقی، این هست به نام صدیقی از لیست سخنرانان شبای قدر دانشگاه امام صادق به دنبال انتقادهای گسترده بوده. این به چه معناست؟ خب میتونه در درجه اول به معنای این باشه که خود مسئولین جمهوری اسلامی هم متوجه افتضاحی که یکی از نزدیکترین یاران خامنه‌ای به بار آورده شدند و دارن تلاش میکنن که یک مدتی او رو از مثلا فضای رسانه‌ای یا جاهایی که به هر حال افکار عمومی اونجا حساس هستش او رو حذف بکنن تا بلکه وضعیت یک مقداری آرام بشه. چون ببینید این افتضاحی که آقای صدیقی بار آورده که به هر حال سوء استفاده از موقعیت‌هایی بوده که داشته، در هر کجای دنیا اتفاق می‌افتاد بلافاصله کمیته ویژه‌ای تشکیل می‌شد، دادگستری وارد قضیه می‌شد، باید پرونده قضایی تشکیل می‌شد. هیچ کدوم از اینها در مورد ایشون اتفاق نیفتاده، که البته امر مسبوق به سابقه ای در جمهوری اسلامی. وقتی فساد نزدیکان و فساد افرادی مثل صدیقی یا سایر رؤسای قوا بارها اتفاق افتاده، وقتی این مشخص میشه، به جای اینکه رسیدگی قضایی بشه سعی میکنن با یک اقداماتی افکار عمومی رو از موضوع منحرف بکنن و خب حالا بعدن این فرد برمیگرده در صحنه و حتی مدعی هم خواهد شد، گرچه او از همون ابتدا هم مدعی بود که کسی دیگری به نام او جعل امضا کرده و همینطور همه اینها در واقع رسانه‌های به قول اونها معاند هستن که دارن این کارها میکنن. اما الان متوجه شدن که نه، واقعیت یک چیز دیگری هستش و افکار عمومی هم به شدت روی این قضیه حساس شده، گرچه امید قضایی و رسیدگی و برگشت آنچه که سالیان سال هستش از در واقع اموال عمومی داره حیف و میل میشه به این ترتیب وجود نداره. اما به هر حال این نشان دهنده قدرت رسانه‌ها هستش و همینطور رشدی که در افکار عمومی به وجود اومده. من یادم هست در سالهای ابتدای انقلاب وقتی که یک همچین اتفاقاتی میافتاد، در اون زمان رئیس قوه قضاییه یا رئیس شورای عالی قضایی اون زمان بود آقای موسوی اردبیلی، وقتی که مشخص شد مقدار زیادی دلار در حسابش هستش، گفتن که دشمنان به حسابش واریز کردن و خب سر و ته قضیه رو هم آوردن. اما الان این کار امکان پذیر نیست، یعنی در سایه رشد افکار عمومی، وجود شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آزادی مثل ایران اینترنشنال مجبور میشن که به نوعی اقداماتی انجام بدن که خب همین حذف آقای صدیقی از شب قدر، از سخنرانان شب قدر دانشگاه امام صادق هم میتونه همین قضیه باشه، گرچه نکته در واقع در خور توجهی نیست، یعنی حق و حقوق مردم رو برنمیگردونه، اما خودش یک قدم مثبته به نظر من. و معاون پیشین وزارت کار گفته که ابعاد زمین‌خواری صدیقی محدود به اسنادی که تا حالا منتشر شده نیست. چرا یه امام جمعه از چنین قدرتی باید برخوردار باشه که شکلی واضح اقدام بکنه به تصاحب املاک عمومی؟
ببینید این بستگی داره به ساختار معیوب جمهوری اسلامی. در ساختار جمهوری اسلامی وقتی رهبر قدرتی داره که به هیچ کجا پاسخگو نیست، نه به مجلس خبرگانی که او رو برمیگزینه، نه به ملتی که اساساً او رو انتخاب نمی‌کنن بلکه مجبورن او رو تحمل بکنن، به نظر من طبیعی است که مینیاتورهای رهبر که همین امامان جمعه و نمایندگانش در استانهای مختلف هستند پا در جای پای او بگذارند و خودشون رو بالاتر از قانون بدونند و مقید به هیچ مقررات و قانونی نباشند و خب عملا دسترازی بکنند به اموال عمومی. در ساختار جمهوری اسلامی که مبتنی بر حامی پروری است، مبتنی بر شکلگیری طبقه است که فقط از اونها انتظار میره که از نظام حمایت بکنن تحت هر شرایطی و در ازای این حمایت دست اونها باز گذاشته میشه برای جنایت، برای دزدی و فسادهایی که البته آنچه که ما در مورد کاظم صدیقی دیدیم فقط نوک کوه یخ فسادی است که در امامان جمعه و همینطور نمایندگان ولی فقیه و یا سایر اجزا وجود داره. این برمیگرده به اون ساختار معیوب و به نظر من تا زمانی که جمهوری اسلامی با یک نظام دموکراتیک که در اون قوه قضایی مستقل وجود داشته باشه این وضعیت و در بر همین پاشنه خواهد چرخید. سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما. بعد از حدود یک هفته از خودکشی پرستو بخشی، پزشک قلب و عروق که دوره طرح خود را در بیمارستانی در دلفان لرستان می‌گذراند، مدیر کل پزشکی قانونی این استان گفته علت فوت پرستو بخشی در دست بررسی است. در همین حال در اولین واکنش وزارت بهداشت، پدرام پاکائین سخنگوی این وزارتخانه گفته به هیچ گونه خود اظهاری یا مدرکی که حاکی از بیماری روحی پرستو بخشی باشد دسترسی نداشته است. در حالی که وزارت بهداشت ادعا می کند از وضعیت روحی و بیماری افسردگی پرستو بخشی بی اطلاع بوده، تصاویری از نامه پزشک معالج او منتشر شده که نشان می دهد این نامه به علوم پزشکی لرستان ارائه شده است. در این نامه آمده پرستو بخشی به دلیل افسردگی و اضطراب شدید نیاز به استراحت در منزل دارد و پس از آن در نامه دیگری دستور بستری او صادر شده است. همچنین در تصویری که از محتوای چت پرستو بخشی با یکی از استادان علوم پزشکی لرستان منتشر شده، این مقام علوم پزشکی به او گفته نامه ها مبنی بر بیماری افسردگی او از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پذیرفته نشده و لازم است که نامه ها از سوی پزشک معتمد دانشگاه تایید شود. لیلا سعادتی همکارم این موضوع رو بیشتر دنبال کرده. لیلا، جزئیات تازه‌ای که داریم از جریان مرگ پرستو بخشی چه هست؟ خب میخوام بگم که خب پرستو بخشی اصلا اهل تهران بوده و مثلا 34 35 سالش بوده، مادرش 68 بوده، 3 سال پیش پدرش که جانباز بوده از دست داده بوده، مادرش رو سال گذشته از دست داده بوده، یه خواهر داره فقط و اینکه از نظر در واقع از نظر شرط روحی خیلی روزا و سالهای سختی رو میگذرونه و خب پدر مادرش رو به فاصله کوتاه از دست داده بوده و باید به هر حال میرفته و طرحش رو میگذرونده. به هر حال این رزیدنت ها برای گذراندن تر یک تعهدنامه محضری در میدن که زامن در واقع میاد، میلیاردی هم پول در واقع این وسط هست و برای وزارت بهداشت و اگه نرن طرحشون رو نگذرونن اون به اجا گذاشته میشه. این مجبور بوده که بره و این طرحش رو بگذرونه. خب به هر حال وزارت بهداشت و همچنین کمیسیون این جابجایی رزیدنت ها اونو میفرسته به خرم آباد، اول به بیمارستان رحیمی خرم آباد میره و میبینه که اصلا اونجا هیچ جایی هم براش نیست، هیچ مسکنی هم براش در نظر گرفته نشده برخلاف صحبت های در واقع رؤسای علوم پزشکی. بعد از اونجا میره به یه بیمارستان دیگه نورآباد در دلفان که خیلی هم جای کوچیکی است و خب به هر حال شهر محرومی هم است. الان موضوع این هستش که الناز بعد از این 4 فروردین که پیکرش در اتاق پاویونش پیدا میشه، حالا خب نمیدونیم مثلا در واقع هیچ کدوم از مسئولان اون بیمارستان هیچ گونه صحبتی واکنشی نداشتن، اصلا اگه دورین مداربسته اونجا وجود داشته هیچی ازش منتشر نشده. سازمان پزشک قانونی گفته که در دست بررسی هست علل مرگ در واقع پرستو بخشی، خواهرش که از تهران رفته در واقع پیکرش رو از لرستان برده تهران و اونجا به خاک سپرده شده. اما
چند تا اتفاقی که اینجا هست این هستش که وزارت بهداشت داره یک دروغ‌هایی در واقع مطرح میکنه، میگه که ما در جریان نبودیم، در حالی که آذر ماه 6 آذر ماه در واقع اون نامه و اون تاییدیه پزشک معالج پرستو بخشی این نامه رو تایید کرده و فرستاده شده در 6 آذر ماه به علوم پزشکی لرستان و بعدش به دست وزارت بهداشت رسیده که ایشون از نظر در واقع روحی حال مساعدی ندارن و نمیتونن در واقع تراششون رو بگذرونن. و در همین حین و بین که در کمیسیون در واقع در یک کمیسیون خاص برای اینکه ترش اونجا بگذره یا نگذرونه داشته بررسی میشده، هنوز اون کمیسیون به نتیجه نرسیده بوده، یعنی هنوز به نتیجه نرسونده بودن که اصلا بره اونجا یا نره. خیلی هم مکان دوری هم از خب چرا نزدیک تهران، نه درخواست داده بوده نزدیک تهران باشه ولی با درخواستش موافقت هم نشده بوده، داشتن دوباره بررسی میکردن هنوز بی نتیجه بوده که در واقع اون تعهد محضریش در واقع مورد اجرا قرار داده میشه. اینکه چه کسی این کار رو کرده الان صحبت هایی هستش که در جامعه پزشکان داره اینو مطرح میکنه، اما انگشتای اتهام بیشتر به سمت همین اونو پزشکی لرستان و وزارت بهداشت هست دیگه. آره دقیقاً، یادشون فهم کردم مثلا داشتم نگاه میکردم همین نیم ساعته پیش چقدر رزیدنت هایی که قبلا مثلا در رفتن اونو پزشکی لرستان در اون شهرهایی که در اصول لرستان هست ترشون رو گذروندن دارن میگن که میبینن تو شبکه‌های اجتماعی مینویسن که اصلا این علوم پزشکی لرستان یک محیط پادگانی داره و اولین بارش نیست معاونت درمان، معاونت آموزش که چه رفتار بد و تحقیرآمیزی در واقع با رزیدنت ها همیشه داشته و پرستو بخشی در واقع اولین نفر نیست. اما سوال زیادی که الان مطرح است این هستش که این موضوع این هستش که پرستو به خاطر اینکه کاراشو بگیری بکنه برای طرحش مدام میرفته ساختمون وزارت بهداشت در تهران، یک نفر حالا چه کسی شماره کد ملی در واقع او رو در سیستم ساختمون وزارت بهداشت بلاک کرده بود که نذارن اصلا از در بره تو دیگه بره پیگیر کاراش باشه. در واقع این هست. نکته بعدی این هستش که در همون کمیسیون خاص که گفتم هنوز جوابی نیومده بودش که ایشون بره یا نره و اینکه موافقت نشه که نشده بود که در نزدیک تهران باشه، چه کسی اونو فرستاده اونجا، چه کسی تعهدنامه معذری ایشونو اجرا گذاشت. و نکته بعدی این که حالا رفته لرستان هیچ گونه در واقع امکاناتی هم بهش داده نشده بود. و نکته بعدی این هستش که معاونت آموزش در واقع بیمارستان رحیمی خرم‌آباد نامه میزنه به رئیس بیمارستان و حقوق در واقع پرستو رو نصف بهش میدادن و با یه خانم دیگه که رزیدنت هست در واقع نصف شده بوده. یعنی همه این عوامل و همه این اتفاقات در واقع نوک پیگانه. متشکرم از تو لیلا سعادتی همکار در استودیو همراه ما. تنها 10 ماه از انتخابات پرکشمکش سراسری در ترکیه گذشته، انتخاباتی که در آن رجب طیب اردوغان با بیش از 52% آرا بار دیگر بر صندلی حکمرانی نشست و این بار او به عنوان دبیر کل حزب حاکم در پی به دست آوردن صندلی های مدیران محلی و شهرداری ها به ویژه در دو ابرشهر و آنکارا است، دو شهری که در سال 2019 مزه شکست را به مرد شکست ناپذیر انتخاب های ترکیه چشاندند. فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد. انتخابات روز 12 فروردین در ترکیه بار دیگر رنگ و بوی آری یا نه به اردوغان گرفته. روز یک شنبه بیش از 60 میلیون از شهروندان ترکیه برای انتخاب مدیران محلی، اعم از شهردارها و کدخدایان محلات پای صندوق رأی خواهند رفت. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، بیش از 25% از کل جمعیت این کشور در دو کلان شهر استانبول و آنکارا زندگی می‌کنند. رجب طیب اردوغان، دبیر کل حزب عدالت و توسعه که زندگی حرفه‌ای سیاسی خود را به عنوان شهردار استانبول آغاز کرده، شاید بیش از هر کسی بر اهمیت این جایگاه واقف است. او که کارزار انتخابات محلی را با جدیت انتخابات ریاست جمهوریش پیش برده، جهت تبلیغ نامزدهای محلی حزبش به حدود 40 استان ترکیه سفر کرده است. در این بین این سیاستمدار 70 ساله برای اولین بار از بازنشستگی سیاسی و ترک قدرت سخن به میان آورده. برای من این یک فیناله. بر اساس اختیاری که قانون داده، این انتخابات آخرین انتخابات منه.
بیشک پیروزی در دو کلان شهر آنکارا و استانبول که در سال 2019 به حزب مخالفان واگذار شد، نه تنها پایان بسیار دلچسبی برای اردوغان خواهد بود، بلکه به باور برخی پشتوانه آرای این دو شهر میتواند زمینه ساز تغییر قانون اساسی برای مهیا کردن شرایط کاندیداتوری مجدد او باشد. در برابر این انگیزه قوی اما مخالفان برای حفظ آخرین سنگرها مبارزه می کنند. هرچند که شکست در انتخابات سراسری بهار گذشته اتحاد مخالفان را در هم شکست، اما حزب جمهوری خلق ترکیه بر ترکیب جمعیتی سکولار غالب در کلان شهرها امیدوار است. ما می خواهیم شاهد روندی در استانبول باشیم که این شهر پیام دموکراسی، عدالت و حاکمیت قانون را به ترکیه ارسال کند. در برابر اکرم اماموغلو، شهردار محبوب استانبول مراد کروم، وزیر سابق محیط زیست و شهرسازی اردوغان نامزد شده است. پروژه‌های عظیم زیرساختی و مقاومسازی علیه زلزله در استانبول اصلی ترین وعده انتخاباتی تیم حزب عدالت و توسعه برای این ابر شهر است. هرچند که پیشبینی نتیجه این انتخابات چندان آسان نیست، اما پایان این رقابت تنگاتنگ برای به دست آوردن سکان دو پایتخت سیاسی و اقتصادی ترکیه تا حد زیادی آینده ترکیه را قابل پیشبینی خواهد کرد. فرزیا ثابتی، آنکارا. خود فرزیا ثابتی از آنکارا با ما به همراه شده. فرزیا، بیشتر بشنویم از تو. انتخابات یک شنبه انتخابات مهمی هست. اهمیت شهرهای مثل استانبول و آنکارا در چه هست در این در واقع انتخابات؟ خب الناز، انتخابات قرار هستش که روز یک شنبه برگزار بشه. در سراسر ترکیه 1363 شهردار انتخاب میشن که مهمترین انتخابات برای انتخابات 30 کلان شهر ترکیه هستش. قرار هستش شهردار برای 30 کلان شهر ترکیه انتخاب بشه. خب در کلان شهرها استانبول، آنکارا و ازمیر به ترتیب 3 کلان شهر پرجمعیت ترکیه هستن که نزدیک به 30.83% جمعیت ترکیه در این سه کلان شهر زندگی میکنن و این باعث میشه که خب اهمیت زیادی پیدا بکنن. از سال 2019 به این سو این سه کلان شهر در اختیار نمایندگان حزب جمهوری خلق، یعنی مخالفان اردوغان هستش و حالا هم تلاش میشه که این سه شهر در اختیار مخالفان قرار بگیره، چرا که به نظر بسیاری از تحلیلگران در غیر این صورت یک دستی قدرت در ترکیه ممکن استش که بسیار شرایط ترکیه رو به لحاظ دموکراتیک سخت بکنه. اما هر دو طرف، چه طرف اردوغان و حزب عدالت و توسعه و چه مخالفان، تلاش میکنن که این شهرها رو در اختیار خودشون بگیرن. شهر ازمیر شهری هستش که بهش میگن قلعه حزب جمهوری خلق و احتمال اینکه خب این حزب در این شهر بار دیگه پیروز بشه بسیار زیاد هستش. در آنکارا و استانبول که یک چهارم جمعیت ترکیه در اونها زندگی میکنن، اما انتخابات بسیار کشمکش خواهد بود. در آنکارا احتمال بیشتر میره که منصور یواش که شهردار کنونی آنکارا هستش همچنان پیروز باشه، البته با این نکته که ترکیب جمعیتی آنکارا بعد از زلزله سال گذشته بسیار تغییر کرده، بسیار مهاجرپذیر بوده و این باعث میشه که یکم در مورد پیشبینی هایی که اتفاق میفته محتاط‌تر عمل بکنن. اما استانبول شهری هستش که خب نزدیک به 16 میلیون جمعیت داره و بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری آناتولی هم منتشر کرده، از 131 کشور جهان جمعیت بیشتری رو داره و این اهمیت استانبول رو بسیار زیاد میکنه. در کنار این، استانبول شهری هستش که در ترکیه به این اشاره میکنن که هر کسی که اداره استانبول رو در اختیار داره، اداره ترکیه رو هم در دست خواهد داشت. در دهه 90 میلادی همونطور که در گزارش هم گفتم، اردوغان با شهرداری
استانبول بودش که زندگی سیاسی خودش رو آغاز کرد و حالا هم مهم هستش که این شهرداری در اختیار اکرم امام‌اغلو قرار بگیره. این نکته مهم هستش که اکرم امام‌اغلو اگر این بار هم بتونه شهرداری استانبول رو در دست بگیره، به یک چهره مهم کاریزماتیک سیاسی در ترکیه میتونه تبدیل بشه. با ذکر این نکته که در سال 2019 انتخابات برای بار دوم تکرار شد و او در هر دو انتخابات منتخب مردم استانبول بود. متشکرم از توضیحات فرزیا ثابتی، همکارم از آنکارا در ترکیه همراه ما. با وجود فشار و تهدیدهای حکومتی، مردم به ویژه زنان در سراسر ایران با جشن و پایکوبی و بدون حجاب اجباری نوروز را برگزار می‌کنند. ویدیو ببینیم از رقص زنان و مردان در کنار یکدیگر در قصر شیرین و اسلام آباد غرب. یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در ارتباط باشید. ویدیو و گزارش های خودتون رو برای ما روی واتساپ و تلگرام با شماره‌ای که روی تصویر میبینید میتونید ارسال بکنید. ویدیوهایی که برای ما میفرستید بخش مهمی از خبرهای ایران اینترنشنال رو تشکیل میده. ممنون از همراهی شما با خبرهای این ساعت. پریسا صادقی با خبرهای ساعت 15 به وقت تهران با شما خواهد بود. وقت باشید.